مهمان من خود را دوست همیشگی ایران می‌دادند. می‌گوید وقتی دختر بچه یازده ساله بود به ادبیات کلاسیک یونان علاقه من شد و ایلیاد و اودیسی را خواند و شیفته هومر شد تا اینکه روزی با شاهنامه فردوسی آشنا شد و از اون پس ادبیات کلاسیک یونان را کنار گذاشت و برای خواندن شاهنامه به دنبال یادگیری زبان فارسی رفت. اولگا دیویدسون حالا سالهاست که شاهنامه و ایران شناس ای است با تعلیفات بسیار در حوزه ادبیات فارسی و به خصوص شاهنامه از جمله کتاب شاعر و پهلوان در شاهنامه او عضو کادر آموزشی انستیتوی مطالعات جامعه ها و تمدن اسلامی در دانشگاه بوستون امریکا است چرا و چگونه شیفته شاهنامه شد و این اثر حماسی ایرانی تا چه حد در غرب شناخته شده است پروفسور آلگا دیویدسون از واشنگتن به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید مرسی شما به من افتخار دادید افتخار از ماست پروفسور دیویدسون خانم دیویدسون شما اولین بار در چه سنی با شاهنامه آشنا شدید؟ دقیق اگه برگردم به گذشته 20 سالم بود 20 سالتون بود چی شد؟ چطور با شاهنامه روبرو شدید؟ چه کسی شما رو با این کتاب آشنا کرد؟ <applause> توی مراسم جشن شوق گذاری بودیم و این داستان کاملا واقعیه. اونجا توی موزه کورنینگلاس نسخه شاهنامه شاه تحماسب موسوم به شاهنامه هوتون رو داشتن رونمایی میکردن. من هم که برای روز شوکگذاری به شهرم برگشته بودم به محل نمایشگاه رفتم وقتی مینیاتورهای روی جلد اون نسخه از شاهنامه رو دیدم که البته من قبول ندارم اسمش رو بذاریم نسخه هوتون حس کردم این مینیاتورها زیباترین چیزی هست که در زندگیم دیدم متوجه شدم که کتاب منظومه ای از اشعار حماسیه و با خودم گفتم شعری که میتونه الهام بخش چنین نقاشی های باشه حتما ارزشش رو داره که من برم و اصلش رو بخونم اون موقع من دانش روی کارشناسی ادبیات کلاسیک بودم و دقیقا همون دانشگاه ما آموزش فارسی و عربی رو تازه شروع کرده بود. اولش سعی کردم که برم و دوره های فارسی رو اونجا بگذرانم ولی با دروس کلاسیک من تلاقی داشت. بنابراین دوره عربی رو گذراندم ولی بعدا فارسی رو وقتی که وارد دانشگاه هاروارد شدم شروع کردم. درسته اینکه شما فقط با این انگیزه که بتونم شاهنامه رو بخونم. Okay, so, uh, what... بله چه چی چیزی توی شاهنامه اولین تاثیر رو روی شما گذاشت که حس کنجکاوی و علاقتون به این کتاب بیشتر شد و باعث شد که رشته ادبیات کلاسیک رو رها کنید و روی شاهنامه متمرکز بشید؟ البته من هرگز رشته ادبیات کلاسیک رو رها نکردم. در واقع با یه متخصص ادبیات کلاسیک ازدواج کردم و بنابراین همیشه ارتباطم رو با این حوزه حفظ کردم. میدونید مجموعی از عوامل در اینجا دخیل هست. من همیشه شاهنامه رو طوری میخونم که درش عمیقا آثار حماسی دیگر رو هم میبینم. میخوام بگم که یکی از عاشقای شعر حماسی هستم و البته عاشق گیم آف ترون هم هستم. یکی از چیزهای خیلی جالبی که در شاهنامه منو مجذوب خودش کرد یعنی زمانی که تونستم خودم کتاب رو کم کم بخونم زرافت زبانی بود اگه بخوام به بهترین نحو گفته باشم خوندن شاهنامه با خوندن آثار کلاسیک یونان فرق داره مثلا توی آثار هومر همیشه با پیچیدگی آرایه استعاره خاص یونانی رو به رو هستیم ولی شاهنامه فرق داره توی شاهنامه زرافت زبانی رو داریم مثلا اونجایی که سهراب در حال مرگ به رستم میگه کنون گر تو در آب ماهی شوی و گر چون شبندر در سیاهی شوی بخواهد هم از تو پدر کین من اینکه پدرم رستم انتقام من رو ازت میگیره و همین ماهی و سیاهی رو از زبان تحمینه هم عینا میشنویم اینجا به اون ادراک ترسناک میرسیم که رستم پسر خودش رو کشته اینو رو میتونیم با بقیه آثار هماسی مقایسه کنیم آثاری که در اونها همین داستان کشتن پسر توسط پدر رو داریم و متناظر همین قصه رستم و سهراب هستن. مثل کوهلین در ادبیات باستانی ایرلند داستان شاهنامه به طرز وحشتناکی غمانگیزه و حس مخاطب در اون لحظه خاص اونقدر سنگینه که حتی یک جوان سنگدل 20 ساله هم این بار قصه رو روی دوشش در لحظه کشته شدن سهراب حس میکنه جدا از این بخش قمنگیز در شاهنامه که درش رستم سهراب رو میکشه در حال کلی شاهنامه رو با اثری مثل ایلیاد و اودیسه چطور مقایسه میکنی؟ خب قبل از هر چیز شاهنامه یه منظومه بلندتریه من همیشه به کسایی که ادبیات کلاسیک کار میکنن اینو میگم که خوندن شاهنامه مثل اینه که کل ایلیاد و اودیسه رو در شکل چرخه کامل ادبیات حماسی یکجا دارید چون وقتی که ایلیاد و اودیسه رو دارید فقط یه بخش از شعر حماسی همراهتون هست و به جز یه جاهای خاصی نمیدونید که آخر داستان چی میشه ولی چیزی که شاهنامه رو قشنگ میکنه اینه که یک روایت کاملی از تاریخ ایران باستان رو از آغاز تا زمان حمله اعراب به شما میده این یکی از مهمترین تفاوت ها هستش یه نکته دیگه این که ایلیاد اصولا در مورد جنگ و مذاکره است و یا به قول پدرم در مورد اینکه چیکار کنیم که آدم بدجنسی نباشیم اودیسه هم از نظر من نسبت به ایلیاد جذابیت کمتری داره به جز از این لحاظ که اودیسه قصه بازگشت به وطنه و اینکه چی منجر میشه به اینکه اودیسه بعد از این بازگشت خودش رو بازسازی کنه و بدل به اون شخصیتی بشه که در آخر قصه میبینیم ولی شاهنامه فرق داره شاهنامه تمرکزش بر زندگی نجیب و اشرافی و درباریه بنابراین بیشتر باید اون رو با آثار مشابه ادبیات دربار مقایسه کرد البته توی شاهنامه همزمان ما مجموعه ای از قصه هایی داریم که متناظر با ایلیاد و اودیسه هستند مثلا من شباهت‌های های خیلی زیادی بین رستم در شاهنامه و آشیل در ایلیاد می بینم. ولی رفتار و شخصیت رستم حتی زمانی که در برخورد با کیکاووس به شدت خشمگین میشه خیلی معدبانه و شاهمنشان است. به عنوان مخاطب باید بتونید از پشت یه لنز دیگه خشم واقعی رستم رو در رویارویی با افراسیاب ببینید. درسته در کل جایگاه فردوسی رو در بین نویسندگان ادبیات حماسی جهان چطور ارزیابی می‌کنید؟ خب در بالاترین جایگاه به ویژه وقتی که زمان روش میذارم میدونین مسئله اینه که من هماسه رو دوست دارم و طبیعتا فردوسی رو بیشتر از همه میپسندم و به همین دلیل که شاهنامه رو میخونم از بین آثار کلاسیک فارسی شاهنامه تا چه حد در جهان غرب شناخته شده مثلا در مقایسه با آثار مولانا سعدی حافظ خب مولانا خیلی مشهوره همه وقتی متوجه میشن که من ادبیات فارسی کار میکنم بلافاصله میگن آهان مولانا مولانا همه عاشق مولانا هستن ولی چیزی که در مورد شاهنامه جالبه اینه که این روزا توی دانشگاه ها بیشتر جدی گرفته میشه اون زمانی که من تصمیم گرفتم روی شاهنامه کار کنم همه منو یه فرد کاملا عجیب و غریب تلقی میکردن معدود افرادی بودن که روی شاهنامه کار میکردن خیلی مفتخرم که بگم توی دانشگاه هاروارد که البته خیلی در این زمینه متعصب هستم چون همسرم اونجا استاده میخوام بگم که کل گروه آموزشی ادبیات کلاسیک اونجا نه تنها با شاهنامه آشنا هستن بلکه خیلی هاشون به یادگیری زبان فارسی مشغولن چون در واقع همین به گونه های مختلف بهشون کمک میکنه که حتی ترکیب و ساختار ایلیاد و اودیسه رو همونطور که قبلا توضیح دادم بهتر درک کنن بنابراین خوندن شاهنامه در بین اساتی در ادبیات کلاسیک خیلی مرسوم تر شده در حالی که پیشتر یه اثر غریب محسوب می شد. یه زمانی داشتم توی یه کلاس موضوعی رو تحت عنوان داستانهای کوهن اسکاندیناوی تدریس می کردم. به استاد اصلی گروه گفتم که خیلی شباهت‌های زیادی بین داستانهای قدیم شمال اروپا خصوصا قصه های جرمن با شاهنامه وجود داره. واکنش اون استاد نگاهی پر از تعجب و حیرت بود. البته میگفت ولی شاهنامه فارسیه و با اون الفبای خاص نوشته شده ولی خب حالا وضع تغییر کرده خیلی از اساتید به شاهنامه رجوع میکنن و دست کم نسخه رو میخونن نکته دیگه اینکه فردوسی در ایالات متحده ناشناخته نیست اسم فردوسی روی دیوار کتابخونه عمومی بوستون حک شده هرچند املای اسمش دقیق نیست ولی در هر صورت اسمش روی اون دیوار وجود داره خب خوب شما در مورد میزان توجهی که در امریکا به فردوسی میشه توضیح دادید بقیه دنیای غرب چی مثلا چند تا مرکز شناسی در کشورهای غربی دیگه وجود داره منظورم مراکزی مثل اون که چند سال قبل در کمبریج تأسیس شد و خود شما هم در مراسم افتتاحیش بودید خیلی مطمئن نیستم و دقیق نمیدونم کل چیزی که میدونم اینه که توی کنفرانس هایی که شرکت میکنم همیشه یه گروه پژوهشی با تمرکز روی شاهنامه وجود داره ولی نمیدونم مثلا توی فرانسه یا آلمان مراکز شاهنامه شناسی وجود دارن یا نه من فقط اونی که توی کمبریج هست رو میشناسم خب در کل میدونین البته خیلی در مورد اینکه جامعه ایرانیان مقیم امریکا چه فعالیتی در این زمینه داره مطلع نیستم ولی اینو میدونم که گروه های شاهنامه خونه خیلی خیلی زیادی توی سراسر امریکا فعال هستند. یکیشون مثلا توی بستانه که من خیلی وقت قصد دارم یه سراحشون بزنم. کالیفرنیا هم که مطمئنم پر از گروه های شاهنامه خون. من البته با مرکز ایرانشناسی پور داوود در دانشگاه یو آشنا هستم. در واقع مدیر مرکز از دوستان منه. نمیدونم توی برکلی اصولا روی شاهنامه کار میکنن یا نه. در مورد دانشگاه پرینستون فکر کنم بله ولی مطمئنم توی دانشگاه نیویورک خیلی ها هستن که شاهنامه میخونن و روش کار میکنن. برداشت من اینه که توی نسل جدید دانشجو به تعداد شاهنامه خونها اضافه شده. همینو توی دانشگاه تورنتو هم متوجه شدم. In the, in the توی برنامه درسی ادبیات فارسی دانشکده ها در نظام های آموزشی از نظر سطح تدریس در مقایسه با بقیه شعرهای فارسی زبان چی میزان توجه به شاهنامه و خود فردوسی میشه؟ How much is given to از لحاظ تدریس به نظرم خیلی ولی متاسفانه باید بگم خیلی وقته که خودم از آموزش دور شدم یه زمانی که توی دانشگاه برندایز بستون بودم همیشه خودم شاهنامه تدریس میکردم یه دوره تحت عنوان ادبیات جهان داشتیم ولی خودمون میتونستیم مشخص کنیم که چه اثری در قالب ادبیات جهان می گنجه. خب تدریس کتاب پیدایش و کتاب هجرت و ایلیاد توی ترم پاییز اجباری بود ولی برای ترم دوم دقیق نمیدونستن که چی رو باید برای تدریس ارائه کنند مثلا سراغ لیرشاه یا آثار مشابه می رفتند ولی من هفته اول ترم رو به لیرشاه شاه اختصاص میدادم بعد توی شش هفته باقی مونده شاهنامه رو درس میدادم بنابراین باید بگم که من چندین نسل از دانشجویان کارشناسی دانشگاه برندایز رو متقاعد کردم که شاهنامه مهمترین اثر ادبیات کلاسیک جهانه و بعدش کلیل دمنه از, از, از نظر شما به عنوان استادی که تخصص شاهنامه است کدوم نسخه از نسخه موجود شاهنامه معتبرتره و بیشتر از بقیه می به عنوان مرجع استفاده بشه؟ ببینید جواب این سوال سخته چون مثلا ممکنه یه نسخه قدیمی تر از وقیه باشه و به همین خاطر بهترین به نظر بیاد یا نسخه دیگهی باشه که چیزهایی توشه که توی نسخه قدیمی تر نیست در کل از نظر من بهتر تمام نسخه ها خونده بشه البته انجام این کار سخته اگه بخوام ترجیح شخصیم رو بگم من اول با نسخه چاپ شده در شوروی سابق شروع کردم که همه این نسخه ها رو در خودش داشت بعد نسخه فلورانس اومد که اون رو هم خوندم شخصا البته از نسخه کلکته بیشتر خوشم اومد چون از بقیه نسخه ها طولانی تره و کل بخش های تخیلی رو پوشش میده نکته دیگه که در نسخه کلکته وجود داره و من خیلی دوستش دارم جزئیات زیاده که به نظرم خیلی مهمه مثلا یه جایی اشاره میشه به اینکه بدن رستم انقدر سنگینه که حتی توی صخره و سنگ هم غرق میشه یعنی چگالی بدنش بیشتر از سنگ بوده دلیل اینکه من مشخصا اون بخش از توصیف رستم رو خیلی دوست دارم اینه که خیلی شبیه و یادآور کوهلین در ادبیات باستانی ایرلنده یعنی شما دو تا پهلوان دارید که اونقدر قوی هیکل و تنومند هستند که چگالی بدنشون از سنگ بیشتره و توی سنگ غرق میشن و میخوان که چگالی بدنشون کم بشه. به هر حال من این جزیات خیلی ریز رو توی شاهنامه دوست دارم و روشون تمرکز میکنم. وقتی که همین جزیات رو در یک اثر دیگه با یه سنت و سبک کاملا متفاوت در یک کشور دیگه میبینم خیلی برام جذاب میشه. کاری که خیلی دوست دارم پیدا کردن این تشابهات در یک قهرمان دیگه و در یک سنت حماسی دیگه است. بعدش شروع می کنم به فکر کردن در مورد اینکه حماسه اصولاً چیه و چطور یه جامعه از طریق حماسه خودش رو معرفی میکنه. از طریق به اصطلاح اور یا همون قهرمان هندو اروپایی. وقتی شاهنامه رو میخونید میتونید نمونه های مشابه حماسی دیگر رو در جاهای مختلف ببینید ولی در این حال همه با هم تفاوت دارند. حتما مطلع هستید که پروفسور جلال خالقی مطلق یک دوره هشت جلدی از شاهنامه رو گردواری کرده. اصلا خودم دارمش رو ازش استفاده میکنم. ولی بله بقطعا ایشون ده ها نسخه رو برای تحقیقاتش و تهیه تحقیق این اثر استفاده کرده. از نظر آقای خالقی مطلق نسخه فلورانس بیشتر از همه به نسخه اصلی زمان فردوسی نزدیکه و به همین دلیل دقیقتر یا معتبرتر از نظر او نظرتون در مورد نسخه فلورانس چیه؟ خب من از نسخه فلورانس خوشم میاد نسخه پروفسور خالقی مطلق رو هم همینطور و خیلی هم ازش استفاده میکنم یه مشکلی که البته در نسخه خالقی مطلق وجود داره در مورد مرسیه تحمین است البته این فقط سلقه شخصی منه من از مرسیه تحمینه خیلی خوشم میاد و وقتی که این مرسیه از یه نسخه شاهنامه برداشته بشه خب البته من دلیل این که سوگ تحمینه از یه نسخه شاهنامه خارج بشه رو درک میکنم چون ضد عرفه ولی در این حال خیلی واقعیه چند تا ایراد ریز دیگه هم وجود داره. ببینید من خیلی از مفهوم هفت خان خوشم میاد. من ترجیح میدم از همون ترکیب هفت خان استفاده بشه نه منزل. و من در مورد اینکه هفت خان چه مفهومی با خودش داره کلی توضیحات دارم. بنابراین این نکته ایه که من به خاطرش از این نسخه به اون نسخه میرم در کل وقتی میخوام روی یه بخش خاصی از شاهنامه تحقیق کنم به هر سه نسخه رجوع میکنم نسخه پروفسور خالقی مطلق و همچنین نسخه فلورانس و شوروی رو بررسی میکنم همون نسخه روسی رو میگم البته از نسخه سعدلو هم خوشم میاد چون توی حاشیهاش خمسه نظامی هم نوشته شده در هر صورت همه اینا رو با هم استفاده میکنم و مرتب بینشون میگردم. روش من اینه که به شاهنامه بیشتر به عنوان یه اثر نمایشی نگاه کنم تا صرفا یه متن. نمیشه آثار کلاسیک رو غیر از این دید. و دلیل علاقه زیاد اساتید در کلاسیک به شاهنامه هم در واقع همینه درست شما این رو توی کتاب سون با عنوان شاعر و قهرمان در شاهنامه توضیح دادید که بهش خواهیم پرداخت چون من در این مورد هم چند تا سال دارم از شما حالا بپردازیم به ترجمه هایی که از شاهنامه شده میدونیم که ویلیام جونز در سال 1774 میلادی اول بخش‌هایی یا عناصری از شاهنامه رو به انگلیسی برگردوند. از اون زمان ترجمه های مختلفی از شاهنامه ارائه شده. از بین تمام اونا، کدومشون از نظر شما ترجمه بهتری از اصل شاهنامه است؟ خب از بین قدیمی ها هیچ کدوم منظورتون اینه که نه, نه نه منظورم اینه که از بین قدیمی ترین ترجمه ها تا ترجمه های امروزی آهان خب من ترجمه های دیک دیویس رو بیشتر میپسندم چون کارهای زیبایی هستن ترجمه احمد صدری رو هم دوست دارم در کل آرزوی من اینه که ترجمه ای که دیک دیویس برای انتشارات پنگوان انجام داده رو به صورت منظوم در بیاره و به صورت داستان به داستان مرتب کنه همون کاری که هانس کلینگ برای مجموعه داستان های کهن اسکاندیناوی انجام داده. کاش برای ترجمه آثار فارسی به انگلیسی هم همین کار انجام بشه میدونم دیویس یه جورایی همین کارو رو کرده و قصه ها رو بازگو میکنه و کتاب خیلی زیبایی هم درآورده خیلی بهتر از ترجمه روبن لوی از نظر من ترجمه ای که خودش در قالب شعر باشه خیلی بهتره باید بگم که دیک دیویس یه حساسیت و شناخت بینظیری نسبت به شعر فارسی و همچنین شعر انگلیسی در ترجمهش به کار گرفته از اون طرف ترجمه های انتشارات وارنر خنده دار در اومده. ولی خب اولین ترجمه بود که من مجبور بودم اوایل کارم استفاده کنم. درش یه زبان خیلی کهن و غیر مستلحی استفاده شده و خنده داره. بعدها جری کلینتون رو داشتیم که یک ترجمه خلاصه از داستان رستم و سهراب رو منتشر کرد. به هر حال باید بگم بیشتر ترجمه هایی که ارائه شدن خوبن و وقتی یکی رو توی کارم استفاده می به بقیه هم رجوع می یکی از کتابهای شما که اول دهه نهاد میلادی منتشر شد، همونطور که قبلا نم ازش بردم نهایت زیادی هم در اون زمان به دنبال داشت. بنظرم کتاب شاعر و قهرمان در شاهنامه. البته نقد از طرف یه نفر بود فقط یکی دو نفر بله دقیقا تو این کتاب چی گفتید؟ به نظر میاد که در مورد منابعی که فردوسی در خلق شاهنامه استفاده کرده ابراز تردید کردید. ظاهرا شما معتقدید که سنت تاریخی اجرای شفاهی حماسه در ایران باستان و روایت های قدیمی قصه قهرمانان بود که بر اساس اون شاهنامه خلق شد و نه متون باستانی مکتوبی مثل خدای نامه یا شاهنامه ابو منصوری که خود فردوسی هم توی شاهنامه اونها رجوع میکنه. چطور به این نظر رسیدید؟ البته این واقعا اون چیزی نیست که من توی کتاب گفتم چیزی که من گفتم در واقع از متن خود شاهنامه گرفته شده و خیلی برام جالب بود من به زبان خیلی پرداختم قبلش باید بگم که من با خوندن کتاب آلبرت لورد وارد حوزه پژوهش در ادبیات کلاسیک شدم و آلبرت لورد اصولا روی هماسه یونان کار میکرد و زبان ادبیات حماسی رو بررسی کرده بود هومر کی بود و کارش چی بود و چه مفهومی داشت؟ آیا هومر صرفا یه فرد نابینا از شهر خیوس یونان بود؟ بر همین اساس من هم شروع کردم به تحقیق در مورد اینکه فردوسی کی بود و شاهنامه چجوری به وجود اومد. در این مسیر دیدم کتابی که شهبازی نوشته بود بهترین منبع بود برای اینکه خود فردوسی رو بشناسم و اینکه بفهمم شاهنامه چطوری زاده شده. شهبازی کار فوق‌العاده‌ای کرده و در خصوص همه چیز تو این زمینه تحقیق داشته. کتابش البته با من به نوع دیگه ای صحبت می کرد. چیزی که من در خوندن شاهنامه ازش لذت می و هیجان انگیز ترین بخش کار محسوب میشه وقتی که با داستان موبدان روبرو میشیم. وقتی پشت سر هم میان و هر کدوم یه صفحه از شاهنامه دستشونه و بعد یه دهقان همه اینا رو کنار هم میچینه. از نظر من این زیباترین استعاره است استعاره که درش طبقه رهبران دینی و رهبران نظام اداری اون جامعه یه اثری یه کتابی که تک تک رو احیا و گردآوری میکنن شما همین استعاره رو در ادبیات حماسی جوهای دیگه خیلی میبینید منظورم همین داستان کتابی که تک تک است رو دوباره جمع میشه فردی در کتابخونه های قدیم آلمان میچرخه و یه اثر رو بازیابی میکنه در حماسه یونان باستان هم همین رو داریم که البته حوزه تخصصی همسرمه و خیلی بهش ورود نمیکنم بنابراین نکته که من اونجا گفتم بر اساس چیزیه که خود متن در مورد خودش به ما میگه و برای کسی مثل من وقتی یه همچین متن رو بررسی میکنم یه تجربه خیلی قنیتری به دنبال داره چون از زمانهای خیلی خیلی دور میاد و این فقط در مورد ترجمه نیست. بعدش فردوسی رو داریم که میگه من این کار رو خودم ترجمه کردم و کتابی بود که کسی برام آورد و من اونو از یه زبان باستانی برگردوندم. در واقع هر دوی اینها در کتاب خود فردوسی گفته میشه. این نکته ای بود که من به دقت بررسی کردم بعد اومدم به نسخه نصر پرداختم که درش میبینیم شخصیت های مختلفی وارد میشن و درش این اصل منعکس میشه که این یک اثریه که خودش یک تکه است تا اینکه مجموعی از تکه هایی باشه که کنار هم گذاشته شدن و این درون مایه مرتب در ادبیات کلاسیک تکرار میشه و این یکی از همون دلایله اما من فردوسی رو اینجور تصور نمی کنم که مثلا نشسته باشه قلم به دست سرش رو بخارونه و به خودش بگه خب الان دیگه چی بنویسیم؟ تمام این داستان و قصه هایی که در مورد فردوسی در شاهنامه بایسنگاری گفته شده خیلی زیاده. مقدمه اون از نظر من یک گنجینه تلاست. وقتی میخواید شاهنامه رو بررسی کنید، مقدمه بایسنگور، ولی در نهایت آیا فکر میکنید که فردوسی در واقع شاهنامه ابو منصوری یا اشعار دقیقی برای خلق شاهنامه استفاده کرده یا نه اشعاری که خود دقیقی کاملشون نکرد و فردوسی میگه که من بودم که شاهنامه رو تکمیل کردم پس در واقع فردوسی از متون گذشته بهره گرفته درسته؟ شاهنامه دقیقا ولی چیزی که هست اینه که بله البته ولی همونطور که در کتابم گفتم فردوسی اون منابع رو فقط مثل یه شابلون استفاده کرده چیزی که من در مورد فردوسی دوست دارم اینه که نمیگه من اومدم و بازنویسی یا ویرایش مجدد کردم چیزی که در مورد دقیقی میگه مثل اینه ببینید نگاه کنید چیزی که اون نوشته چقدر در مقایسه با کار من ضعیفه البته وقتی خوب نگاه کنید اشعار دقیقی هم بد نیستن ادبیات حماسی ایستا نیست بلکه مرتب با و خلق مجدد میشه شما میتونید اون رو همچنان به خالق اصلی منتسب کنید ولی در هر صورت باید بتونید متن رو زنده نگه دارید و برای این کار باید مرتب با تاریخ منطبق و تنظیمش کنید نکته دیگه که در بررسی شعر فارسی باید بگم وقفه و خلاه 400 ساله شعر فارسی که ناگهان بعدش فردوسی ظهور میکنه منظورم 400 سال نبود ادب فارسی بعد از حمله اعرابه البته به این معنی نبود که شعر فارسی توی اون دوره مرده بلکه زیرزمینی شده بود ولی کاری که اینجا میشه اینه که شما میاید و شعر رو دوباره به دربار و محافل رسمی وارد میکنید و مرتب و مرتب منطبقش میکنید تا مفهوم پیدا کنه و به زمانه مرتبط بشه این چیزیه که به نظرم خیلی جالب و پر از احساسه و در واقع اثر رو و حماسه رو زنده نگه میداره <applause> و سوال آخر اینکه آیا در حال حاضر هنوز در مورد جنبه خاصی از شاهنامه و یا خود فردوسی مشغول پژوهش هستی؟ خب خیلی به مقدمه بایسنگور علاقه دارم. من همیشه آثار رو بازخانی و مرور چند باره کنم و دریچه خاص نگاه میکنم. من به داستان هایی که در شاهنامه هست همیشه علاقه داشتم و مرتب در موردشون مقالاتی رو در تمام دنیا منتشر کردم. میدونید ممکنه یه نفر کل زندگیش رو معطوف کار روی شاهنامه کنه ولی روش من اینه که بیام داستان ها رو بررسی کنم چون خیلی برام جذابیت داره که بیام شاهنامه رو با آثار حماسی دیگه دنیا با رویکرد ادبیات تطبیقی مقایسه کنم من نمیام بگم کدومشون خوبه و کدوم بده بلکه روش من اینه که بیام متن رو بررسی کنم ببینم ازش چی میفهمم بعد برداشتم از اون اثر حماسی که ریشه در یه سنت ادبی متفاوت داره رو با شاهنامه مقایسه کنم بله درسته خانم اولگا دیویسون سپاسگزارم از اینکه مهمون برنامه بودید سپاسگزارم ممنون از شما